This is IRTV, the Iranian television program. بینندگان گرامی، با درود فراوان به شما همراه با تبریکات نوروزی به برنامه ویژه نوروزی تلویزیون ایرانیان توجه میکنید. تلویزیونی که 39 سال فعالیت خود را در غربت آغاز میکند. در برنامه هفته گذشته نشستیم پای صحبت دکتر سیروس مشکی و مسعود اسداللهی، همچنین فریدا صبا که دیداری داشت با پروانه بهار، دختر ملک الشعرای بهار که اکنون مقیم لس آنجلس است. البته اگر مایل به دیدن برنامه‌های قبل ما هستید، همیشه می توانید به سایت irtv.com رجوع کنید و از آرشیو غنی ما بهره مند شوید. اما در دید و بازدید امروزی ما، دید و بازدید نوروزی، می نشینیم پای صحبت دوستان و همکاران عزیز ما ناصر شاهین‌پر و علیرضا میبودی. تا چند لحظه دیگر. عید آمد و عید آمد، آن وقت سعید آمد، برگیر دهل می‌زن کان ماه پدید آمد. سلام بر شما، سلام بر شما دوستان عزیز و همراهان دیرین ما در IRTV تلویزیون ایرانیان. بله، در آستانه یه سال نو هستیم و بار دیگه فرصتی است غنیمت تا دیداری نوروزی داشته باشیم و دیدارها تازه کنیم. دیداری دوباره با شما دوستان IRTV، اولین تلویزیون ایرانی خارج از کشور که 39 سال پیش قدم به خانه ایرانیان گذاشت و نوای زیبا و صدای آشنای زبان فارسی رو در سرای غریب به گوش ایرانیان در این سو و آن سو رساند و تلاش کرد تا دلهای گرفته ایرانیان دورمانده از خانه را در سرمای غربت گرما ببخشد. بله، در 15 مارچ 2020 IRTV وارد 39 سال فعالیت خودش در آمریکا میشه. سالیانی که به همراه هم و با هم اوقات خوش و ناخوش فراوانی رو در این سو و آن سو پشت سر گذاشتیم و از دور و نزدیک اخبار و رویدادهای غریب و تأسف‌بار رو در ایران دنبال کردیم. خاطراتی که بسیاری از آنها برای ما سرنوشت ساز بودن. بگذاریم. به هر صورت در آستانه سال نو هستیم و باید که با امید و امیدواری روزها و هفته های پیش رو آغاز کرد و برای بهروزی و سرافرازی دوباره ایران و ایرانی به افقهای روشندر آینده نظر داشت و با همت و استقامت به جلو رفت. پس براتون سال خوبی رو آرزو میکنم و همینطور از سوی همه همکارانم در تلویزیون ایرانیان، یلو پیج ملی و مرکز اطلاعات 50500 نوروز مبارکی رو برای شما خواهانم. امیدوارم که در سال آینده همگی ما از بلایای آسمانی و زمینی چون جنگ و خشونت و بیماری و به خصوص ویروس‌های خطرناک سیاسی و اجتماعی و بیولوژیکی چون کرونا در امان بمانیم. آمین.
یک بار دیگر در قربت به نوروز رسیدیم و در خدمت آقای شاهین پر هستیم. خوش آمدید. سلام عرض میکنم آقای لیمونادی. سال نوتون مبارک. سال نو همه هموطنانم مبارک. امیدوارم که امسال برخلاف سال قبل سال بهتری برای همه باشه. من هم برای شما آرزو میکنم سال خیلی خوبی رو پیش بینی میکنم. امیدواریم که سالهای بهتری رو در پیش داشته باشیم نسبت به گذشته. سال سنگینی رو پشت سر گذاشتیم آقای شاهین پر، درسته؟ بله. سال سنگین و ناجوری بود. حالا آخرین بلا هم که دیگه بهش اضافه شد این ویروس، شما چگونه میبینید قضایا؟ والا اگه تو باشه اول سال قبل خیلی آرزوهای خوب داشتیم برای هموطنانمون، برای مردم ایران. ما به اون آرزوهامون چندان نرسیدیم و خیلی بلاها بر سر مردم ایران آمد، من جمله این بلوای آخری و آبان ماه و بعد حوادث بعدی و هواپیما و چه و چه. خب اینها هست، اما الان ما در آستانه یک سالی هستیم که در بحبوحه یک خطر همگانی قرار گرفتیم و این بیماری کرونا و این هم ویروس کرونا شوخی بردار نیست، همه رو مبتلا میکنه و به سرعت منتقل میشه به اطراف و اشخاص دیگه و متاسفانه قشر عظیمی از مردم ایران تحت تاثیر و تلقین همین آقایون روحانیت که حکومت رو دارند، بله، معتقد به توکل الهی هستند، متوکل به ائمه اطهار هستند. به سختی دستگاه تونست که حرم ها و جاهای این چنینی رو تعطیل بکنه و حتی سمپاشی کنه اما این اعتقاد که اگر خدا، این اعتقاد قدری بودن، اینی که اگر خدا بخواد من میگیرم و اگر خدا نخواد من نمیگیرم و این خیشکاری که مردم ایران برای خدا تعیین کردند که خیشکاری غلطی است، خداوند به من و شما مغز داده که ما خودمون اداره بکنیم. به همین دلیل که انسان امروزی به نحو دیگری داره خودشو اداره میکنه در مقایسه با انسان 1000 یا 2000 سال پیش. این خداوند همون خداونده، به یاد داشته باشید. بنابراین امروز با مقتضیات روز خداتون رو تعریف کنید، خداتون رو بسازید و رابطه با خدا برقرار بکنید و بدانید که خداوند به شما مغز داده که شما امور زندگیتون رو اداره بکنید. به جزئیات زندگی شما کاری نداره حداقل. و نگاه بکنیم این قشر عظیمی که در مملکت ما هست که میره زریح میلیسه یا میره به چای جمکران، حالا که خدا رو شکر اینجاها رو همه رو تعطیل کردن، مثل که باران هم اومد قدی و ازش خراب شد، حتما تعطیل کردن. ولی اینی که شما ببینید در ایتالیا با یک اخطار دولت چگونه همه جا تعطیل شد، بله. این عکس ها و فیلم ها رو ببینید که دیگه حالا در پرجمعیت ترین مکان های روم یک پرنده پر نمیزنه، یک آدم شما نمیبینید. اما هموطنان عزیز من، که باز دولت وظایف خودش انجام میده، من یه واقعیت رو بگم، اون این است که ما کشور در حال توسعه کوچیکی هستیم، همه چیز رو نباید از دولت توقع داشته باشیم. من طرفدار این دولت نیستم، من مخالف این دولتم، ولی انصاف باید داشت، باید واقع بینانه به مسئله نگاه کرد. وقتی در چین این تلفات عظیم به وجود میاد، در ایران بدیهی است که باید تلفات بیشتری به وجود بیاد، چون ما امکانات چینی ها رو نداریم، پول چینی ها رو نداریم، ثروت چینی ها رو نداریم، قدرت عمل چینی ها رو نداریم. دیدیم اونا در 10 روز یک بیمارستان به اون عظمت ساختند، ما این کارا رو بلد نیستیم بکنیم. خب بنابراین وقتی که ماشین دولتی میاد میگه همشهریان عزیز برید تو خونه هاتون، خودتون رو قرنطینه کنید، بیرون نیایید، باز ما میبینیم که این جاده های شمال پر از ماشینه. متاسفانه اینا، این هموطنان من، اون از اون جمله کسانی هستن که به شدت قدری هستن و معتقدن که اگر خداوند بخواد ما کرونا میگیریم، اگر نخواد نمیگیریم، که واقعا باید گفت چنین نیست. کرونا از خدا اجازه نمیگیره
که به شما سرایت بکنه یا بلکه از چینی ها میگیره از چینی ها اجازه گرفته و اومده دنیا رو داره میگیره. بعضی هم که میگن از اسرائیل اجازه گرفته. حالا همه این حرفا رو میشه گفت بله، ولی اینا فعلا حرفه. اینا خیالات، اینا توطئه انگاری است، هر چیزی هست باشه. فعلا این بیماری اومده داره دنیا رو در می‌نورده و ببینیم که مردم متمدن دنیا در مقابل این دارن چه میکنن. شما عکس ها و فیلم ها رو که امروز خوشبختانه همه کس میتونن ببینن، ببینن که در ایتالیا چه اتفاقی افتاده. دقیقاً خب. مثل اینکه یه پلی رو ما پشت سر گذاشتیم آقای شاهین پر، چون یادمه چند هفته قبل موقعی که سخن از این بود که مساجد رو ببندن، با اعتراض زیادی روبرو شدن. موقعی که به حضرت معصومه رسید که اونجا نماز جمعه، بلند شد گفت اصلا حرفا چی بود؟ حضرت معصومه نجات دهنده است، شفا دهنده است، یه همچین چیزی. ولی امروز ما میبینیم که نه، فراموش شد، حتی رفتن اونجا رو یه مقداری تر و تمیزم کردن. متولیان دین حتی امکان سعی میکنن که این بساط باز باشه، من و شما بریم پولامون رو توش بریزیم. منظور شما دکانشونه؟ دکانه، بله. این ولی وقتی میبینن که پولی که تو این ظریف ریخته میشه خیلی کمتر از مبلغی است که باید خرج کنن، مردم رو معالجه کنن، بله. سود و زیان رو میسنجن، میگن خب آقا این دکون رو تعطیل کنیم برای اینکه اون دکون توسعه پیدا نکنه. اصلا عمر خودشون هم در خطره، زندگی خودشون هم در خطره. بله. و تک و توک خودشون هم افتادن مردن. بله. اول که خیلی خوشحال شدن، موقعی که خبر اومد که در قم این آغاز شده، یه دی از هموطنان که نابجا به نظر من فکر میکنن خوشحال شدن، در حالی که جای خوشحالی نداشت. افراد قم هم، ملتی که در قم زندگی میکنن، با ما زیاد فرق ندارن. حالا ممکنه شهری مقدار مذهبی است، ولی من خواندم در یک دو تا از رسانه ها که یه دی خوشحالی کردن. جالب نبود زیاد؟ نه، اون نوع جهالت آقای لیموناتی، اون نوع جهالت محضه. ببینید این آدم هموطن من و شماست. دقیقاً. اگر نسبت او دل سوزی داری باید به این آموزش بدی، باید بهش بگی چی به چیه. بله. اون نمیدونه. ندونستن او هم، در ندانستن او من و شما هم مسئول بودیم و هستیم. درسته اینا رو همه رو باید حساب کنیم. درسته. ببینید من سالهاست شما منو میشناسید، من هرگز نمیام تمام گناه ها رو بندازم به گردن دولت ها، شاه ها، وزیران، نخست وزیرها. میگم این ما بودیم که این وضعیت رو به وجود آوردیم، این برخورد ما، نوع برخورد ما بود با این مسئله. با مسئله سیاست امروز به راحتی میشه این حرف رو زد که مسئله سیاست در ایران با موضوع فرهنگ گره خورده. هر چقدر که ما از نظر سطح فرهنگی در درجات پایین تری باشیم، در تصمیم گیری های سیاسی، اعتقادات سیاسی، اقدامات سیاسی، کارهای خلاف میکنیم. درسته. کارهای اشتباه میکنیم. درسته. بله. هنوز مسئله ما وزنه سنگین، کفه سنگین ترازو، مسئله فرهنگی است، نه مسئله سیاسی. دقیقا. اول باید اون رو حل کنیم. دقیقا. که دقیقا. اصلا چی میخواییم تو این دنیا؟ کجا هستیم؟ کجا باید باشیم؟ بله. اینا مطلبی است که ما باید روش فکر کنیم. بله. و حرف بزنیم. دیدگاهی است که چند تن از اندیشمندان دیگه هم همچون شما این رو روش تاکید میکنن. بله، این حرف مال من نیست، من دارم حرف دیگران رو مسئله فرهنگی است. بله. بله. موضوع ما موضوع فرهنگی است و میبایست که از اون دریچه به مسئله نگاه کنیم. وگرنه شما نگاه کنید ببینید که امروز در حالتی که کرونا مملکت رو گرفته، یه عده‌ای باورشون اینه که من کرونا نمیگیرم چون نماز میخونم. بله. چون به حضرت علی معتقدم. بله. خب حالا این یه کسایی تو کله این آدم ها کردن. بله. و این کسان از محمد رضا شاه بگیر تا فلان، بله، حجت الاسلام و آیت الله و آخوند و روزخون و شکه. بله. و که. بله. و که. بله. همه اینا این حرف تو کله. بله. ما همگان کردن، قبول، ولی این همگان و این ما هستیم که یه روزی باید بفهمیم که آقا رابطه علت معلول چیه. این که همیشه که شما نمیتونی تو رای امامزاد داوود بخوری زمین، ابوالفضل بیاد تو بگیره تتکه. همیشه یه بار بگیم و ما باور میکنیم. یه بار همیشه اینطور نیست و عمومیت ندیم به این مسائل، تکیه نکنیم روی این مسائل و بیاییم ببینیم که مردم دنیا با یه بلا چگونه برخورد میکنن، ما هم همون کار رو بکنیم.
شما که میخواهید مثل بقیه مردم دنیا دموکراسی داشته باشید، شما که میخواهید مثل بقیه مردم دنیا حقوق داشته باشید، حقوق فردی و اجتماعی داشته باشید، خب این اصول رو هم مراعات کنید. خواستم اشاره کنم شما تاکید داشتید که سال قبل در اینجا که نشسته بودیم با سالها همیشه نوروز رو در خدمت شما هستیم. خواهش مون در لس آنجلس اونم در کانال 18 تاکید داشتید که ما سال خوبی رو آرزو می‌کردیم ولی اینطور نشد. بله؟ واقعا سالی که گذشت. حالا نسبت به سال آینده چه آرزوهایی داریم؟ والا همچنان آرزو می‌کنیم که ملت ایران سال خوبی داشته باشند. ملت ایران به اون چیزی که می‌خوان برسند. واقعیت اینه که ما میدونیم که ملت ایران امروز در یک مهلکه تاریک و سیاهی گیر کرده. ما میدونیم که 60% مردم ایران زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. ما میدونیم که چه کمبودهای عظیمی هست. حالا این وسایل ارتباط جمعی اپوزیسیون خارج ممکنه غلطی بگه، ممکنه حرفای منم تحت تاثیر اینها باشه، ولی در مجموع اون شمایلی که از ایران پیداست، حداقل از خواهر مادر خودم میشنوم، وضعیت خوبی نیست. این وضعیت را تغییر کنه. به اعتقاد من این وضعیت جز به دست مردم ایران، به دست کسی دیگری تغییر نخواهد کرد. پس بعد آرزو کنیم که در آغاز سال 1400 یعنی یک سال آینده اوضاع متفاوت باشه با امروز. آرزوی ما اینه. آرزوی قلبی همه ما باید این باشه. من امیدوارم با شما که سال دیگه اینجا نشستیم یک مقداری غذای مثبتی رو بتونیم. من به شدت امیدوار هستم، آرزومند هستم. امیدوارم که روزی بیایم اینجا بگیم دیدیم که شد. دقیقاً. منتظر اون روز هستیم. منتظر اون روز باشیم. بعد دوستان بیننده ببینند ما دو تا رفیق با هم دست ندادیم، روبوسی نکردیم، نمی‌کنیم و نمی‌کنیم. اینها به خاطر این است که می‌دونیم خطر کرونا در اینجا وجود داره. ببینید باید دقت کرد روی این مسائل. برای وقتی یک در اختیار نیست باید ازش ترسید. باید ترسید. نه واقعیت ما امیدواریم سال دیگه اصلا یه همچین چیزایی دیگه وجود نداشته باشه. امیدواریم که نباشه. ده ماه پیش، 11 ماه پیش. امیدواریم که کمترین تلفات رو برای مردم ایران داشته باشه، کمترین زحمت رو برای مردم ایران داشته باشه. با همکاری مردم ایران، با قرنطینه شدن، با بیرون نیومدن حداقل بشه تلفات در این ماجرا. وگرنه منتظر تلفات سنگینی باید بود. ما امیدواریم، شما که خوب پیش بینی می‌کنید، امیدواریم واقعا سال خوبی رو در پیش داشته باشیم. آرزومند. منهای همچین مسائل. آرزومند. یک بار دیگه سال نو شما مبارک. باشیم. سال نو شما و همه هموطنان عزیزم مبارک. تمام اقوام ایرانی. خیلی ممنون. یلو پیج ملی، کامل‌ترین یلو پیج خارج از کشور. یلو پیج ملی، با استفاده از راهنمای یلو پیج ملی به راحتی می توانید شماره تلفن و آدرس مورد نیاز خود را بیابید. کاملترین یلو پیج آنلاین ایرانی خارج از کشور همراه با فهرست پزشکان و وکلای ایرانی. همچنین در برگیرنده اطلاعات گسترده مشاغل ایرانیان مقیم کشورهای اروپا و کانادا. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی. تلفن 50 50 100، ایریا کد 818، سایت www.50500.com. در تلفن های دستی خود اپ 50 50 100 را به رایگان دانلود کنید. شرکت صدف ضمن سپاس از مشتریان ارجمند خود، فرارسیدن نوروز 1399 را به شما تبریک می‌گوید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست. مینا کاکاوان، متخصص در امور وام و مشاور املاک، فرارسیدن سال نو را به شما هموطنان عزیز تبریک می‌گوید و آرزوی سلامتی و شادمانی برای شما عزیزان خواهانند. 949-552-6060. شهرزاد تراول با بیش از 4 دهه تجربه با قیمت‌های استثنایی تور ایران برای دیدار از شهرهای زیبای ایران. 310-477-9400. بستنی و فالوده اکبر مجدی عید نوروز باستانی را به همه هموطنان عزیز تبریک می‌گوید. 323-874-0144. ندا زمان هستم، وکیل مهاجرت.
سال نو ایرانی را به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. امیدوارم سال خوب و پرشکوهی برای همه باشه. عید شما مبارک. دکتر فربد مژ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور طلاق و دعاوی حقوقی، عید سعید باستانی را به همه هموطنان عزیز تبریک میگوید و آرزوی سلامتی و خوشی را برای همگان خواهانند. 310-956-4600. تلاش 100 ساله، کتابی در بردارنده پاسخ ده ها صاحب نظر به این پرسش که چرا کوشش 100 ساله مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و آزادی با شکست روبرو شد. کتاب تلاش 100 ساله به کوشش علی لیمونادی، ناشر 818-760-4070، توضیح کننده کتاب و انتشارات پارس، محل فروش در وست‌وود، کتاب و انتشارات پارس، کلبه کتاب. مدیریت و کارکنان رستوران های صدف در دو شعبه انسینو و تازنوکس با سالن های شیک آماده پذیرایی از جشن ها و میهمانی های شما می باشند. This is IRTV, the first Iranian television program. اما خوب می‌دانید در نوروز امسال که ویروس کرونا گریبان ما را گرفته، از جشن و شادی نوروزی همه ساله آنچنان خبری نیست. اکثر برنامه‌های جشن و سرور تعطیل گشته و هم‌میهنان ما اکثرا سعی کردند که در خانه بمانند و به همین دلیل خوشحالم که امروز بیننده ما هستید. موقعیت بیزنس های ایرانی لس آنجلس هم که آنچنان رونقی نداشته، از این مصیبت ویروس هم کم برخوردار نمانده است. در مرکز شهر، یعنی در لس آنجلس، شاید فقط سوپرمارکت و کتاب فروشی ها فعال باشند، زیرا رستوران ها هم تعطیل گشته و کتاب فروشی هم فقط کتاب پارس و کلبه کتاب در وست‌وود را میبینید که البته یلو پیج ملی و تقویم سال نو ما را به رایگان در آنجا ارائه میکنند. در خیابان وست‌وود شرکت کتاب سابق را میبینید که مدتی است در اینجا تعطیل شده و البته در دوم ماه اکتبر گذشته هم شرکت کتاب در دادگاه لس آنجلس اعلان ورشکستگی کرده است، یعنی همان کتاب فروشی شرکت کتاب و تلفن 08 و نشریه ایران شهر از تاریخ دوم اکتبر در دادگاه ورشکستگی لس آنجلس که اطلاعات آن پابلیک است به روش چپتر 11 اعلان ورشکستگی کرده و متاسفانه بیش از 400 هزار دلار طلب وکلای IRTV از شرکت کتاب هم در دادگاه ورشکستگی هنوز پیگیری می شود. اما به طور کلی بیزنس های دیگر شهر هم پس از این ویروس همگیر وضع زیاد مناسبی ندارند، زیرا اصولا خرید و فروش بیشتر آنها راکت شده و بر ماست که به یاری بیزنس های ایرانی بشتابیم، زیرا در این غربت اجباری همبستگی ما مهمترین و بیشترین نقش را بازی می کند. با امید به آینده و نوروزهای بهتر با ما باشید. عید آمد و عید آمد، آن وقت سعید آمد، برگیرد و گل بیزن، آن ماه پدید آمد. شرکت صدف ضمن سپاس از مشتریان ارجمند خود، فرارسیدن نوروز 1399 را به شما تبریک میگوید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست. گام به گام در کنار شما، دکتر رضا حسنلو، وکیل پرسابقه در زمینه تصادفات. پس از دریافت بالاترین خسارت از شرکت‌های بیمه، تنها 19%، آن هم پس از کسر هزینه‌ها دریافت می‌دارد. دکتر حسنلو تا نتیجه نهایی قدم به قدم در دادگاه‌ها در کنار شماست. تلفن 24 ساعتی دکتر حسنلو 818-784-8484 818-784-8484 دکتر رضا حسنلو. دفتر خدمات حسابداری و مالی رازی، نگران اوراق مالیاتی آخر سال خود نباشید.
مشاور مورد اعتماد شما در امور مالیاتی و حسابداری با بیش از 20 سال تجربه. 818-301-8100. مدیریت و کارکنان رستوران های صدف در دو شعبه انسینو و تازنوکس با سالن های شیک آماده پذیرایی از جشن ها و میهمانی های شما می باشند. من سیامک افشار، روانکاو بیماری اعتیاد و وابستگی های ناسالم هستم. سال پاک و پرباری را برای تمام هموطنانم آرزو می کنم. امیدوارم بتوانیم با یاری هم دیگر بیماری مهلک اعتیاد همراه با وابستگی های ناسالم را ریشه کن کنیم. اگر به یاری من احتیاج دارید با شماره 818-590-0134 در خدمتون هستم. به امید پیروزی. سامان ایداری هستم، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. دفاتر ما در شهرهای لس آنجلس، لاس وگاس، ساکرامنتو و ایرواین آماده ارائه خدمات به تمام هموطنان عزیز میباشد. سال نو و نوروز بر شما مبارک. سالی پر از شادی و تندرستی را برای شما و خانواده محترمتان آرزو می‌کنم. ایداری لا، مدافع شما. ایداری لا گروپ، 818-818-0707. heidarilawgroup.com. دفتر خدمات مخفش مازگانی در امور سوشال سیکوریتی فرارسیدن عید سعید باستانی را به شما هموطنان عزیز تبریک میگویند و آرزوی شادی و سلامتی برای همگان خواهانند. تلفن 310-273-5228. امروزه بر اثر پیشرفت سریع تکنیک بسیاری از صنایع به دست نابودی سپرده شده، ولی ما نمیگذاریم خاطرات پرارزش یعنی نوارهای صدا و تصویری شما به دست نابودی سپرده شود. نوارهای خود را به ما بسپارید تا با تکنیک پیشرفته به صورت دیجیتال بر روی DVD یا هارد درایو برده تا سالیان سال باقی بمانند. نما استودیو با بیش از 50 سال سابقه در زمینه صدا و تصویر در ایران، اروپا و آمریکا. 818-705-2011. نما استودیو. شرکت صدف ضمن سپاس از مشتریان ارجمند خود، فرارسیدن نوروز 1399 را به شما تبریک می‌گوید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست. This is IRTV, the first Iranian television program. در اینجا جا دارد که از دوستان روزنامه‌نگار خانم عباسلطی، خانم شهرزاد اردلان، آقای زکایی، خارزمی، شرف شاهی، شهبود نوری، هوشیار نژاد و دیگر دوستانی که در خبررسانی به ما کمک کردند تشکر کنم. به هر حال جامعه کوچک ما همچون گذشته نیاز به همبستگی بیشتر دارد. با امید اینکه سال آینده 40مین سالگرد تلویزیون ایرانیان را در کشورمان ایران برگزار کنیم.
دشت ها خوش به حال دانه ها و سبزه ها خوش به حال غنچه های نیمه با خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز بینندگان گرامی، با فرارسیدن سال نو یک بار دیگر در خدمت آقای میبودی هستیم. خیلی خوشحالم دستم که با هم نمیتونیم خیلی خوشحالم که بر شما مبارک، بر همه همیانان در سراسر جهان، به ویژه همیانان عزیز و ارجمندمون در ایران. با این همه غم در خانه دل اندکی شادی باید که نوروز است. دقیقاً، واقعا اندکی شادی باید. اندکی شادی. در لس آنجلس هم موقعیت خاصی پیش اومده آقای میبودی. با تعطیلی این برنامه‌های نوروزی، ولی خب نوروز که نمیتونیم، نوروز رو که نمیتونیم برگزارشونی کنیم. بعضیا همین، بعضیا میگن که ما که نوروز نداریم، امسال نوروز. فراموش نکنید که کسی که نوروز رو برگزار نمی‌کنه، کسی که از خوردن انصراف میده. نوروز بخش از شناسه ماست. شاید تعبیر ما غلط بوده از برگزاری نوروز، به خاطر اینکه نوروز رو با کنسرت اینا داریم یواش یواش اشتباه میگیم. متاسفانه در لس آنجلس. در طول تاریخ فراموش نکنید آقای لیموناتی عزیز که بسیاری از شخصیت‌های برجسته تاریخ ما که برخی از اونها از شما به عنوان دانشمندان بزرگ اسلام و ایران یاد میکنن، اینا با نوروز حتی با زبان فارسی دشمنی آشکار داشتن. نمونه صاحب عباده، صدر اعظم دوره دیالمه که به صراحت از نوروز بدگویی میکرد، معتقد بود که نوروز رو تو ایران برچید. یعنی خود ما ها حتی در ایران چنان زیر تلقینات فرهنگ اجنبی بودیم که قصد کرده بودیم به هر ترتیبی هست نوروز رو برچینیم و به سات نوروز رو برافکنیم. این در مقابلشونه استاده بوده، این نوروز نوروز در نوروز در مقابل هر در مقابل حجم فرهنگی استاده بود، در مقابل دفاع از زبان فارسی که نوروز نبود، زبان فارسی هم نمیدونم. دقیقاً اگه نوروز نبود ما هویت رو از دست میدادیم، اگه نوروز نبود ما قدرت مقاومت رو از دست میدادیم. نوروز قدرت دفاعی ما بوده در طول تاریخ، اینکه ما بود از دست بدیم که
مجزت دفاعی ما بوده در طول تاریخ. برای چی؟ برای مدافع از زبان فارسی، برای مدافع از شناسه، برای مدافع از هویت و برای مدافع از همه دستاوردهایی که ایرانیان در طی تاریخ داشتن. ابو ریحان بیرونی شک نیست یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین دانشمندان ماست. بزرگترین و برجسته‌ترین. با نوروز دشمن بود، معتقد بود دین و دولت هر دو، یکی زیر سایه الهیست، یکی زیر سایه آسمان هاست، هر دام عربیست. یعنی حتی با زبان فارسی هم هیچ گونه خیشی احساس نمی کرد، با این که خودش یکی از برجسته ترین دانشمندان فارسی زبان تاریخه. فارسی فوق العاده عربی بلد بود، فارسی بلد بود، یونانی بلد بود. اما به صراحت میگه اگر کسی به زبان عربی به من دشمن بگه بده، خیلی خوشترم میاد تا کسی من رو به فارسی مت بکنه. ریشه این کار، ریشه این من در کجا بود؟ این نورو ریشه به هر حال، خب اقوامی آمدن، میهن ما دستخوش تحولاتی شده. این در واقع ایرانی ها به دو دسته تقسیم شدن، یه گروهی که متاسفانه اغلب اونها شخصیت های فرهنگ مدار ما هستن، سعی میکنن که و فرهنگ نوعی که وارد یا ضد فرهنگی که وارد شده یک جوری انیس بشن، بهش کنار بیان، اون رو ترویج کنند. حالا در اطلاع دلائل خودشون داشتن، ولی قطعا قدرت و زندگی در کنار قدرت یکی از مهمترین انگیزه ها بود. چون اینا اغلب کارهای فکری میکردن، کار فکری هم نیازمند اسپانسر، نیازمند پشتیبانه. درسته. مردم کوچه و بازار، مردم کف خیابون به شما نمیتونن کمک بکنن. برای همین شعر گفتن یا متن گفتن به زبان عربی خیلی باب شده بود، بسیار باب شده بود. بروی مثلا خود صاحب عباد با سلطان دیلمیان به زبان فارسی سخن نمیگفت، حتی پادشاه رو تشویق میکرد به فارسی صحبت نکنه. صحیح. پادشاه ایران زمین، پادشاه ری، به زبان فارسی افراد. خب خودش نشون میده که ما داشتیم گروه هایی که سعی میکردن به هر شکلی از نوروز حذف کنن. یادتون باشه در همین زمان محمد رضا شاه پهلوی ما یک انجمنی داشتیم به نام انجمن شاهنشاهی فلسفه. بله. که این در دربار تکفین پیدا کرد. من خیلی مهمه. خب. یعنی گروهی که باید بیان فلسفه ای رو عرضه بکنن که پشتوانه چی باشه، نظام پادشاهی در ایران باید یاد، هدفش چی باشه، بقای فلسفه و دنیانگری یک نظام سیاسی به نام نظام پادشاهی. خب عضوش کیه؟ سید حسین نصر. نصر سید حسین کیا میاره عضو انجمن شاهنشاهی فلسفه بود؟ آقای مطهری. مطهری چی میگه؟ مطهری فحش میده به نوروز، فحش میده به سنت های ایران. آیت الله مطهری خیلی حرفه. آقای لیمونادی ببینید در دستگاهی قاعدتاً باید سیستم تفکر رو برای یک نظام سیاسی ایرانی شکل بده، پدید بیاره، معماری کنه، مهندسی بکنه، شخصیت‌هایی نشستن که با فرهنگ ایران دشمنی داره. چه کسی غفلت کرده در این کار؟ قطعا همه ما. شما اعتراضی تا به حال شنیده بودید؟ نه دفعه اول. که چرا سید حسین نصر رئیسش؟ نه شنیده بودید؟ بار اوله شنیده بودید کسی علی مطهری سخنی گفته؟ نه. تا زمانی که انقلاب شد و بعد از انقلاب متوجه شدیم که آقای مطهری چه هدفهایی داشته. یعنی اینا سعی میکردن انقلاب اسلامی رو یا از طریق به اصطلاح عمل سیاسی، مثلا خشونت سیاسی، خشونت انقلاب، بله اون کاری که کردن، به مردم اینا تحمیل بکنن، اون کاری کردن. ولی در وهله نخست در فکر این بودن به طور مسالمت‌آمیز همین چیز رو عوض بکنن. برای چی در رأس تألیف کتاب‌های درسی دو شخصیت، یکی بهشتی، یکی ماونا، هر دو خودن. یعنی اینا تلاش می‌کردن که فکر سکولاریسم و لائیسیته رو در نظام آموزش پرورش ایران براندازی بکنن. اینا مربوط به دوره بعد از انقلاب نیست، مربوط به دوره قبل از انقلابه. دقیقاً. خب نوروز همیشه هدف بوده. آخرین کسی که بیشترین و شدیدترین حملات رو به نوروز میکنه قبل از انقلاب آقای مطهری است، و بعد از انقلاب هم که 40 سال اخیر تمام تلاش برای این بوده که نوروز برنده سال اول انقلاب رو خاطرتون هست دیگه.
مخالفت میشد اصلا. اینی که واقعا اهمیت داره برگزاری نوروز، برگزاری نوروز برگزاری کنسرت نیست، هر کس باید این سنت رو به جا بیاره. به نظر من خودش تأکیدی بر این که این مردم باید امیدوار بمونن، نه با تسلیم بشن. با گذاری نوروز به معنای تسلیم شدن در برابر حوادث تاریخی است، با گذاری هویته. آیا من خوبم چیکاری بکنیم؟ اصلا بس الان باید تصادفا خیلی نوروز رو گرامیتر بداریم و ارج بیشتری براش قائل بشیم و بدونیم که چقدر اهمیت داشته در زندگی تاریخی ملت ماست. اگه ما امروز زبان فارسی رو توانستیم حفظ بکنیم به سبب حفظ سنت‌های شریفی مثل سنت نوروزه، اگه توانستیم شناسنامه خودمون رو حفظ کنیم به همین دلیل، اگه توانستیم علی‌رغم این همه ایلغار، حمله خارجی، انقلاب، جنگ باقی بمونیم روی کره زمین به خاطر همین سنت‌های خیلی برجسته و به اصطلاح معنادار خودمون. خب امروز که ما با هم صحبت میکنیم در داخل کشور که می‌بینی کرونا حسابی پیش رفته، یعنی بله. روز به روز موقعیت بدتری پیدا میکنن هموطنان ما، مرزهای شهرها رو بستن بله. به شمال دیگه نمیتونن برن، مرتب گفته میشه که در خانه خودتان بمانید. بر ما جالبه که ببینیم این روزهای نوروز رو ایرانیان چگونه در داخل کشور برگزار میکنن. اینجا که کنسرت ها تعطیل شد بله. در بسانده کنسرت ها تعطیل شد، ولی گرد همایا فکر میکنم در ایران گسترده باشه. حتما. خب بالاخره همین گرد همایی خانوادگی به نظرم کافی است. متاسفانه کرونا به ایران نیامد، کرونا به ایران وارد کردن، در این شک نیست. بالاخره شرکت هواپیمایی ماهان خیلی نقش مهمی داشته. اگه امروز ما شاهدیم که مردم میهن و مملکتمون در برخی شهرها که وضعیت قرمز دارن، یکی مثل قم، یکی مثل مشهد، یعنی دو شهر مذهبی ایران که بیشترین عامل انتقال ویروس بودن، و رشت که متاسفانه وضعیت وحشتناکی داره بنا به گفته نمایندگان مجلس، بله وضعیت وحشتناک. خب ویروس کرونا رو وارد ایران کرد، خودش نیومد، واردش کردن در این شک نیست، آی میبادی ببخشید به نرفتون، شما چون هر روز در جریان این تحولات هستید، چگونه از قم آغاز شد؟ به خاطر اینکه 700 ما طلبه داشتیم، طلبه چینی که در قم اینا در حوزه های علمی ما بودن. البته این 700 نفر هم که آوردن از به اسلام مسلمانان ایغور در چین، اینا بر پایه توافق بین دستگاه اطلاعاتی و امنیتی دوره فلاحیان بوده در زمان آقای هاشمی رفسنجانی و دستگاه اطلاعاتی حزب کمونیست چین، یعنی با موافقت اونها این 700 نفر دستگیر شدن. آمدن قصد و غرض هم، یعنی چینی ها بدشون نیومد که یه گروهی بیان در ایران تعلیمات انقلابی شیعی ببینن، بیان اختلاف بندازن. همین اتفاقی در بقیه افتاد، در بقیه کشورها مثل لبنان، ببینید حزب الله لبنان چه کرد، برنامه است، یا گروه های شیعی در خود عراق چه کردن، چه اختلافی انداختن، چه شکافی انداختن بین مسلمانان. در مورد چینی هم همینطور، طلبه های آوردن دستشین شده آوردن در ایران و اینا در قم مستقر بودن، ما بی خبر بودیم تا زمانی که اعلام شد کرونا شیوع پیدا کرد. مردم آشکارا متوجه شدن که هم یه مناسبات پنهانی وجود داشته بین چینی ها و سپاه پاسداران، و همه ما میدونیم که دست کم بیش از 55 بار شرکت هواپیمایی ماهان به چین پرواز کرده و برگشته بعد از ممنوعیت پرواز. درسته، بعد از ممنوعیت پرواز. خب در نتیجه خود قم شد در واقع کانون و از حوزه های علمیه شروع شد. از حوزه های علمیه رفت به چی؟ رفت به حضرت معصومه. از حضرت معصومه گسترش پیدا کرد به کف خیابان. برای اولین باری که یک بیماری اپیدمیک، حالا در گذشته طاعون بوده، وبا بوده، یه دوره خیلی طولانی مرگ سیاه بود که از آسیای دور از همین چین شروع شد، آمد به سمت اروپا، میلیون ها تن بخش عمده از جمعیت اروپا از بین رفت. اغلب وبا و یا طاعون از روستاهای فقیر و دربنده شروع میشد و میرفت به سمت به شهرهای بزرگ،
یا میرم به سمت مرکز و قانون قدرت. برای اولین باره یک بیماری اپیدمیوس ویروس کرونا از قانون قدرت میاد به کف خیام، از حکومت شروع میشه و میاد. خب اونا تولیدگری همچین چیزی بودن، خودشون تولید کردن، خودشون تولید کردن. برای همینه که بیشتری قربانی ها رو دارن میدن. جنگ میکروبیس در است، بیشتری قربانی رو دارن میدن در بین در دستگاه قانون گذاری. ببینید چه تعداد نزدیک به بیش از 33 تن مردن. شمار زیادی از مقامات جمهوری اسلامی در گذشتن و تعداد زیادی بیمارن. و از زمانی که بستگان و اعضای بیوت پاره از آیات عظام مردن، قرار شد دیگه اعلام نکنن. واقعا ما الان نمیدونیم در میان اونها چه میگذره. جمعی از اونها رو بردن به جزیره کیش. جزیره کیش رو آلوده کرد. بله خوندم. بله جزیره کیش الان جز مناطق آلوده مملکت ماست. و باز برای اولین باره که روحانیت شیعی درش رو به روی مردم میبند، در موقعی که مردم نیاز به کمک دارن. همشون ول کردن رفتن دیگه، قم رو ترک کردن، قم رو سپردن به مردم بینوایی که تا به حال به طبقه روحانی وابسته بودن. درسته. شما اوضاع کشور رو چگونه طی سال گذشته؟ بهترین ضربه ای که به اعتماد مردم وارد اومد در تظاهرات آبان ماه بود، کشتار 1500 تن، اقلن زندانی کردن 10000 نفر. این بیشتری صدمه رو زد به مناسبات مردم و حکومت. بعد رسیدیم به این ماجرای شرکت هواپیمایی اوکراین و یه اقدام تروریستی علیه 177 تن. 176 تن بودن. مادری بود که حامله بود، بنابراین شد 170 تن. 177 تن رو کشتن، نه با به ضرب یک موشک، دو موشک زدن. مبادا هواپیما بتونه بشینه. مبادا که زنده دن. خب این هم یه حادثه فجیعی بود که ایرانی ها رو تکون داد. ببینید برای اولین بار بعد از 40 سال جامعه ایران که ناراضی بود از حکومت، رب به سمت انزجار و نفرت. یعنی دیگه شما مردم ناراضی در ایران نداری، مردمی داری دچار انزجاره دیگه، نمیتونه تحمل. شاهد هستی. یعنی تبدیل شده این ماشین عظیم و قدرتمند نفرت و انزجار. دارید میبینید آثار شد. تلفن بزنید به ایران و هر کی دلتون میخواد صحبت. باورشون از دست دادن. و بعد در ماجرای به اصطلاح انتخابات، حوزه های رای گیری، معلوم شد که حتی هواداران حکومت هم فاصله گرفتن. ببینید جمهوری اسلامی 10 میلیون نونخور داره، اینا حداقل میتونستن 7 میلیون رو بسیج بکنن. اونا هم نه اینقدر. یعنی این شک و تردید نسبت به حکومت و بعد این شکاف بین مردم، خود به اصطلاح نیروهای خودی رو هم گرفته. امروز یک شکاف افتاده بین عناصری که تو یه جو حکومت زندگی میکنن و واقعا میدونن که ایران آینده‌ای نداره و میدونن حکومت آینده‌ای نداره. خب این یه تحول بزرگی های میدونه. اینو تحول پس از چه همه تحول بزرگ که به نظر من خود این الان نیرویی که در ایران وجود داره پدید آمده و تکلیفش با خودش روشنه، با حکومت روشنه، با آینده. یعنی میدونه که دیگه اون حکومت نمیخواد، میدونه این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه، میدونه که ناگزیره که یک نظام مبتنی بر خرد و عقل در ایران ایجاد بشه که با بقیه دنیا بتونه ارتباط برقرار بکنه، این دوره عقب افتادگی رو به سرعت جبران بکنه و بتونه ایران رو از بستر بیرون بیاره. خب نیروی کافی لازمه برای این کار. جامعه ایران به نظر من میدونی هم انگیزه داره، هم خوشبختانه هم دانش و علمش رو داره، هم اینکه بخش عمده از به اصطلاح این نیرو جوانان مملکت ما رو تشکیل میدن که کم و کسی ندارن برای ساخت ایران آینده و دنیای امروز رو هم خوب میشناسن. دقیقاً. چون در آغاز انقلاب جمعیت کشور 35 میلیون بود، الان نزدیک به 85 میلیون. این 50 میلیون قشر گسترده‌اش جوان هستن و اینا دوران گذشته رو نمیشناسن، یعنی با تحولات جهانی به اندازه کافی آشنا هستند و به نظر میاد که میدونن چگونه میباید این تغییر تحول، فقط دستشون بسته سای میبودی. دست باز میشه. دست به نظر من باز میشه. یعنی ببینید این حکومت که نمیتونه بیش از این دوام بیاره. این حکومت مثل کروناست.
مثل تمام ویروس هاست که یه دوره میان با اقتدار تمام به تدریج تضعیف میشن. همینطورم میبینه آدم. آره به تدریج تضعیف میشن و حس میشن تا اون نیمت که برای همیشه بمونه حس شد این کرونا هم از بین میره قطعا بدون و خود حکومت که به نظرم گاهی بدتر از کرونا عمل میکنه در آبان ماه دیدیم ما یعنی رسما دستور کشتار صادر کردن. الان دیدی که سازمان ملل حقوق بشر سازمان ملل گفت 21 جوان زیر 18 ساله کشته شده بتون مستقیم تیراندازی شده به مغز و سینه اونها و معلومه که اون بیش از 1500 تن رو که دارن اشاره میکنن یه واقعیت تاریخی میگن یعنی کشتار بزرگ رژیم به دستور شخص رهبر. دقیقاً درست. کاملاً به راحتی توجه کردیم این فاجعه سال گذشته است. از این فاجعه بزرگتر من نمیبینم. به هر حال امیدوارم سال آینده که ما پشت این میز مینشینیم سخن دیگه ای داشته باشیم در ارتباط با سالی که گذشت. امیدوارم. خیلی تشکر میکنم. سال خوش برای هموطنان عزیز آرزو میکنم. امیدوارم که این بلاها دور باشه. با این همه غم در خانه دل اندکی شادی باید. بله. بسشم که میدونید چیه که بفرمه میدونی کتاب سیست میگیم شاید هم شنیده باشید ولی بازم بعد نیست تأکید بکنیم برای اونایی که نشنیدن. در کتاب تاریخ سیستان از یک فرمانده عرب یاد میشه به نام قتیبه که نیروهاشو برداشته وارد ایران شده دارن شهر به شهر روستا به روستا پیش میان تا میرسن به سیستان و هر دهی هم که میرسن ده را آتیش میزدن اموال مردم رو غارت میکردن روستایی ها رو میکشتن یعنی ایرانی ها رو میکشتن به اهالی یک ده خبر میدن که قتیبه با نیروهاش در راه اهالی ده از ده فرار میکنن اونایی که قادر بودن فرار میکنن اونایی که جوانتر بودن میزنن به کوه و یه دن میمونن یه ده اونایی که میمونن کشته میشن پیر مردها پیر زنها که قادر به فرار نبودن میارو و هر کی دم دستش بوده میکشه شهر رو ده رو به آتش میکشه و نیروهاش برمیدار رو از ده میرند مردم یواش یواش از توی مخفیگاه هاشون بیرون میان در مرکز ده جمع میشن همه گرگه میکردن ناله میکردن خونه ها ویران خونه آتش گرفته اونایی که فرار کردن به کوهستان یواش یواش برمیگردن تعداد زیاد میشه همینجور که عشق میریختن تو گرگه میکردن تو زاری میکردن که چه کنیم یک صدای یک ساز میاد صدای چنگ یک چنگ نواز دورگرد داره از دور میاد و داره آواز میخونه با این همه غم در خانه دل اندکی شادی باید که نوروزه به اینا میگه آقا امروز نوروزه درست روز نوروز بوده جالبه میگه میدونم غمگین هستید میدونم چه صدماتی رو متحمل شدید میدونم که براتون آن شکل رخ داد یک شوک بزرگ بود ولی نوروزه بله پس ما هم با همین آرزو شادی بیشتر برای همیهنانمون مخصوصا در داخل کشور بتونیم به این نشست پایان بدیم و امیدوارم که سال آینده ما با موقعیت دیگه اینجا در خدمتون باشیم و فکر کنید که از اون زمان بیش از 1000 بار نوروز به اون روستا اومده و رفته قتیبه یک بار اومده دیگه این فرق نوروز و قتیبه هست باز This is IRTV, the first Iranian television program. همانطور که قبلا اعلان داشتم، برنامه‌های هفتگی IRTV هر هفته در سایت irtv.com به روز می‌شود و شما و دوستانتان به راحتی می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید. با امید دیدار شما در نوروز آینده.